بسم الله الرحمن الرحیم. شام جمعه مختص آقا بقیت الله، ولذا امشب میریم در خانه آقا بقیت الله به این امید که همه حوائط و در رأس آنها فرج مولا انشالله به عنایت و لطف آقا بقیت الله انشالله برآورده شود و همین الان قلب آقا امام زمان با بشارت ظهور مسرور شود انشالله با عنایت مولا. بحث پیرامون آقا بقیت الله بسیار گسترده هست و از ابعاد مختلف میتوان در این رابطه سخن گفت. آنچه ما امشب در محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم مطالبی است در مورد رفتار حضرت در زمان ظهور. وقتی حضرت تشریف آوردن چه کارهایی برای امت، یعنی برای جهان خلقت انجام میدهند؟ چون مطالب خیلی فراوانه، ما فقط فهرست برخی از اینها را تقدیم میکنیم. حضرت امام باقر علیه السلام میفرماید لا یبقا فی الارض خراب الا عمر، در زیر آسمان یک قدم یک وجب مخروبه نمیماند جز اینکه آباد میکند. شما هر کجای این ایران تشریف میبرید، از هر شهری که خارج شدید تا شهر بعدی میبینید که بیابان است و صحرا و برهو. اگر روزی این زمین صاحب داشته باشد، یک وجب از این زمین را نمیبینید که این گونه باشد. یک وجب لا یبقا فی الارض خراب الا عمر، نسبت به آبادانی جهان همین حدیث کافیه. هیچ زمین خرابی نمیماند جز اینکه آبادش میکند. یعنی بعضی ها یه برداشت های غلطی دارن، یا کاخ ها را خراب میکنه، برج ها را خراب میکنه، از این خبرها نیست. او میاد کاخ های ستمگران را بر سرشون فرو میریزد، اما با برجه ها و خانه ها و قصره ها کاری ندارد، آبادها را آبادتر می کند، ویرانه ها را آباد می کند. علاوه بر منابع شیعه در الفصول المهمه مال ابن سباق مالکی صفحه 302 فرمود لا یبقا فی الارض خراب الا عمر. در همین زمینه مولای متقیان می فرماید اگر یک نفر از عراق تا شام برود، در این مسیر یک قدم روی خاک نمی گذارد، همش سبزیه، یعنی کل دنیا زیر کشته، هر کجا مناسب آنچه می تونه کشته بشه، تعبیر اینه، گامی بر خاک نمی گذارد، فقط بر سبزی، یعنی همه جا را می کارند، همه جا زیر کش می شود. خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 419. یکی از شاخصهای مهم عصر ظهور امنیت جهانی. فرمود وقتی چون قیام کننده ما قیام کند، با عدالت رفتار می کند، ظلم و ستم رخت بر می بندد، راه ها امن می شود، زمین برکاتش را نازل می کند، هر حقی به صاحبش بر می گردد. در زمان ما ممکنه در مواردی حق مظلوم را بگیرن، اما به کی بدن؟ به یه ظالم دیگر. وقتی از مظلوم می گرفتن، به صاحب حق نمیدن، به کسی دیگر. این احقاق حق نشد، میفهمه نه، هر حقی به صاحبش برمیگردد. ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 384. بعد مولای متقیان میفرماید اگر یک پیرزن از عراق تا شام راه برود، زنبیلش را بر سرش بگذارد، نه در رنده او را می آزارد و نه از چیزی حراس می کند. عرب ها را دید، زنهای عرب مخصوصا، زنبل سرشونه، هرچه آزوگه خریدن تو این زنبل روی سر. اگر یک کسی طبق، حدیث دیگه تعبیر اینه، طبقی بر سرش باشد و این طبق پر از شمش طلا، از شرق تا غرب برود، کسی متعرض نمی شود و کسی
احساس خطر نمی کند. ممکنه یه جا خطر نباشد ولی انسان از خطر بترسد، ولی نه، اونقدر امنیت آسایش در سطح دنیا که هیچ کس از شرق تا غرب با پای بیاد اگر برود، تبگی بر سر، شمش طلا بر آن، از کسی نمی هراسد. اصلا کسی به طلا نگاه نمی کنه چون نیاز ندارد. وقتی شما تو خانتون هرچه خواستید باشد، اگه چیزی خیلی پایین تر از اون بیرون ببینید، آیا براش حسرت می خورید؟ خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 419. از امام باقر علیه السلام: اگر پیرزنی از مشرق تا مغرب برود، احدی برای او مانع ایجاد نمی کند. بهار جلد 52 صفحه 345. اما از لحاظ مسائل بهداشتی، لا یبقا علاوه چل ارز اعما، یه نفر نابینا در روی زمین نمیماند، ولا مقعد، یه نفر زمینگیر در روی زمین نمیماند، ولا مبتلا، یک بیمار، یک مبتلا در روی زمین نمیماند. اینا چه میکنن؟ میخوشن؟ نه، همشون بهبودی میابه. اینجا تو حدیث قید نشده که چگونه. آیا با اعجاز ممکنه؟ ممکنه یکی از کارگزاران امام زمان حضرت عیسی علیه السلامه. قرآن فرموده، حضرت عیسی میفرمود احی الموتا، من مرده را زنده میکنم، من زمینگیرها را شفا میدهم، من کور مادرزاد را شفا میدهم. ممکن حضرت بفهمید عیسی بگه بلاغ امر بفهمید، بگه هرچه نابیناس شفاید، بگه چشم، امکانش هست که به عنوان معجزه، یا نه با اون دانش برتری چه می آورد، با اون دانش برتر بتونه کور مادرزاد را شفا بدهد، فلج مادرزاد را شفا بدهد. همینطور که الان از معجزات ائمه ما فراوانه. امشب خدمت آقا چه بود، ماتورا شیخ و رئیس، بحثی بود از معجزات امام رضا. گفتم من موردی حضور داشتم، شب 11 ذی‌القعده بود، یعنی شب میلاد امام رضا علیه السلام، ساعت 11:30 شب بود، عبور میکردم از جلو شبکه فولاد، مثلا یه چیزی خودش ببینه از 100,000 تا چی براش نقل بشه مهمتره، چون خودش دیده. دیدم که یکی از دوستان ما که ساکن مرنده، این با قافله آمده، یک اتوبوس حدود 40 نفر اینجا مشغول هستند و خیلی حال پیدا کرده. منم ایستادم، معلوم شد که یه خانمی را آوردن که این خانم فلجه و روی 4 صندلی روی تخت روان آوردن. حالا چه بوده نمیدونم، ولی این چه مریضی اینها این گونه بود. 27 نفر اونجا و یا 23 نفر، من چون دیگه زمان گذشته بین چون 2-3 تا داستان، بعض 23 بعض 23، حالا 23 یا 27 نفر اون لحظه داخل بسته بودن به شبکه فولاد. یک مرتبه همه فرار کردن. چه شد؟ یه لحظه، یک ثانیه، کمتر از ثانیه، آقای امامزاده توجه کردن، همه اینها شفا یافتن. حالا خود این خانم چه روی تخت روان آوردن، تخت را بغل زد و داشت فرار میکرد که نذاشتن. یکی از این افراد کور مادرزاد بود، 44 سالش بود، در عمرش نور ندیده بود، اولین بار، نمی این لفظ سفید و سیاه شنیده بود، ولی این سفید یا سیاه نمیدونست. مثل دیوانوار به خودش، به مردم، به گلدسته نگاه میکرد. فلج مادرزاد بود، راه افتاده بود، خادم ها جلوشون گرفتن، گفتن ما نمیذاریم کسی متعرض بشه، و به مردم گفتن که کسی متعرض اینا نشه، این لباس های تنشون که در این لباس شفا یافته، ما شب اینا رو میگیریم و قیچی میکنیم، خرد خرد فردا بیاد منزل آیت الله میلانه. اون زمان آیت الله میلانه خونه شون همون نزدیک حرم بود، توی فلکه بود، و فردا منم رفتم اونجا، هزاران نفر آمدن متبرک شدن بر این قطار. بنابراین وقت آقای امام رضا یه نگاه میکند، کور مادرزاد شفا پیدا میکنه، فلج مادرزاد، امام زمان هم وقتی خواست
اگر اراده کند مشیت الله بر این علاقه بگیرد، با یه نگاه همه اینها رو شفا میدهد. ولی زن متن حدیث اینه، لا یبقا علا وطل از اعما ولا مقعد ولا مبتلا. در روی زمین یه نفر کور، یک نفر زمینگیر، یک نفر گرفتار پیدا نمی شود. خب وعده را معصوم می دهد از سوی خدا، و الا هر رج مرمیاد یک لیستی برای خودش و بعدم هیچ کدام هم عمل نمی کند. خیلی قدیم ها، یعنی در زمان های سابق، من یک روستای رفته بودم، اونجا کسی اگه همشیرش فوت کرده بود برای تسلیه، آقای دکتر محمد دیهیم آمده بود برای اخذ رأی، سخنرانی میکرد، گفت چه و چه و چه، لیستش را شمرد. یه جوان آمد پشت میکروفون، گفت آیون 4 سال پیش آقای دیهیم آمدن همین لیست را برای ما خوندن، ما هم رأی دادیم رفتن، در این 4 سال جمالیشون را ما ندیدیم و تا 4 سال دیگرشون را نخواهیم دید. ولی اگه راست میگه، مثلا وعده دادی زایشگاه درست کنه، خب الان شور زمینش رو بخره، کلنگش رو بزنه، یک آسفالت خیابانی را سنگاش رو بریزه، آنچه وعده میده شروع بکند، بعدن رأی بدید. تا شروع نکرده، تا مقدمات و زمینش فراهم نکرده، کسی رأی ندهد. اما این وعده ها وعده های الهیه، تمام آنچه وعده داده شده به زیباترین شکل انجام می شود. بهار الانوار جلد 52 صفحه 345. در مورد شکوفایی علم و دانش حدیثی داریم که همه عزیزان شنیدن. امام صادق علیه السلام می فرماید کل علومی که قرار است در اختیار بشر قرار بگیرد 27 حرفه. شما بفهمید 27 رشته است. آنچه انبیا آوردند، آنچه مردم اونها را به کار بستند، روش کار کردند و به دست آوردند تا روز ظهور، همین ها 2 حرفه. یعنی از آن علمی که باید در اختیار بشر قرار بگیرد، از اون 27 حرف 2 حرفه. وقتی حضرت تشریف آوردن 25 حرف دیگر را بران می افزایند. میتونیم بفهمیم که دنیا چه میشه؟ روزی بود برگ نبود، ولی هزاران علم بود در روی زمین، برگ اختراع شد، چهره دنیا عوض شد. یعنی با اضافه شدن یک علم بر هزاران علم موجود، کلن چهره دنیا عوض شد. در زمان ما همه چیز بود، اما مثلا این فضاهای مجازی نبود، کامپیوتر نبود، مغزهای الکترونیکی نبود. این یه دونه رشته بر اون هزاران هزار رشته اضافه شد، همه چیز عوض شد. داریم لمس میکنه با افزوده شدن یک علم بر هزاران علم موجود، چهره دنیا عوض میشود. اگر یک روز بیاد این هزارانه، فرض کنه چی 1 میلیارد رشته است، 1 میلیارد هم بهش اضافه بشه، دنیا چه میشه؟ اصلا قابل تصوره؟ میفهمیم چی چه میشه؟ چون الف بایش را نداریم، نمیدونیم چه میشه. اگر نه 2 برابر، 3 برابر، 4 برابر، 5 برابر، 10 برابر، وقتی بر 2 حرف 27 حرف اضافه میشه، یعنی 12.5 برابر موجود بهش افزوده میشه. یعنی 100% نه 1250% بر کل علوم موجود افزوده میشه. ولذا علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام روزی به آقای امام کاظم عرض کرد آقا جهان بعد از ظهور را برای من توضیح بده، بفهمم آنگونه که هست. فهمد این امکان ندارد، احلامکم تضعف، این در راکه های شما ضعیفتر از این است که بتونین را بفهمد و عقلهای شما همچو کاربردی ندارد. الان شما یه بچه که در رحم مادر بگذرد بیاد دنیا به این وسعت، خیابانها، گلستانها، هرچه هی بگه چیزی میفهمد، چون الف بایش را ندارد. ما نیز نسبت به دوران ظهور مانند جنین در شکم مادریم، نمیتونیم لمس کنیم که چه خواهد شد.
و در نتیجه فرمودن چه این چیزیست که ممکن نیست مگر این چه بمانید و ببینید. آقا امام کاظم به علی ابن جعفر، مگر این چه خدا به شما عمری بدهد که بمانید اون ایام را ببینید، اگر همچه چیزی تو خوبید و الا در غیر این صورت براتون امکان پذیر نیست. این حدیث شریف در الخراج و الجرایح قطب راوندی جلد 2 صفحه 841 از امام صادق علیه السلام. بعضی از مطالب نمیتونیم حتی باور کنیم مگر این چه یه معیدی از قرآن باشد. اگر از قرآن معید داشتیم خودمون را وادار میکنیم که باور کنیم. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین با نور صاحب زمین روشن میشود. سوره زمر آیه 69. در اینجا احادیث فراوان داریم که یکیش را میخوانم. این متن حدیثی که الان میخونم در تورات هست، در انجیل هست، در زبور هست، یعنی در کتب قبلی که از سوی خدا به پیامبران رسید در اونام هست. یعنی ما یه وقت بیش از 10 مورد پیدا کردیم از تورات و انجیل و زبور و حتی اوستا. متن اینه: چون اون قیام کننده ما قیام کند، زمین با نور صاحبش روشن می شود، مردم از خورشید بی نیاز می شود. الان ما هی می دویم چه بلکه روزی به انرژی خورشیدی برسیم، یعنی به انرژی خورشیدی کسی دیگه بها نمی زاره، از اونم بی نیاز می شود و شب و روز یکی می شود و تاریکی رخت بر می بندد. خب متن خیلی سنگینه، اما چون در قرآن ریشه دارد و اشرقت الارض به نور ربها، دیگه این حدیث شریف را میتونیم باور کنیم. دلایل الامامه صفحه 486. یکی از تعبیرات عجیب این است که همه خوشحال میشن، همه خوشرون. تا حال زیر آسمان حکومتی بوده که همه از او راضی بشن؟ حتی حکومت امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین 100% عدالت را اجرا میکرد، کارگزارانش هم اجرا میکردن، اما امکانات طوری بود که همه راضی باشن. اما وقت از تشریف آوردن، ظهور کردن، دیگه همه به قید همه از او خوشون می یرزا به ساکن السما و ساکن الارض، آسمانیان و زمینیان از او راضی می شوند. آسمانیان نه فقط ملائکه، چون احادیث دیگر داریم که حتی مرغان هوا، پرندگان چرا؟ اولا اونها هم هوشمندن، ثانیا همینجور راحت نفس میکشن، هوا آلوده نمیشه، راحتی اونهاست دیگه، آسایشه، خوشحال میشوند که الحمدلله حکومتی آمده که دیگه ما از این گازها و اکسیژنها و از این مثلا ریزگردها و چه و چه و چه از اینا راحت شدیم. ولذا آسمانیان ملائکه جای خود، حتی پرندگان آسمان، و زمینیان انسانها جای خود، حتی حیوانات. در حدیث دیگر دا حتی ماهیان، آبزیان، وقتی آب آلوده نشود یک ماهی راحت تنفس کند خوشحال می شود. حالا علاوه بر هوشمندی. دلایل الامامه صفحه 471. بی نیازی همگان، هیچ کس محتاج کسی نمی شود. امام صادق علیه السلام می فرماید هر یک از شما هرچی بگردد یه نفر پیدا کند که زکات به او بدهد، پیدا نمی کنه. اون شب اشاره داشتیم که زکاتی که اسلام تعیین کرده چقدره. پرسید آقا به یک نفر چقدر میشه زکات داد؟ فرمود حتا یأکل، بخوره و یشربه، بنوشد و یرکبه، مرکب پیدا کنه و یکتسیه، و بپوشد و یسکنه، مسکن داشته باشد، و یهود مکه برود، و یتصدق، به دیگرم کمک کند. یعنی زکاتی که تعیین شد این می نه که بخورد امروز نمیرد بمونه تا فردا، بخور نمیر نه. پس چرا الله نیست نمیدن؟ اگر زکات را میدادن این گونه بود. حضرت فرمود اگر خدا میدانست این کفاف نمیده بیشتر تعیین میکرد. بنابراین یک نفر خوراکش، پوشاکش،
آب و نوشابش و مسکنش و مرکبش و ازدواجش و مکه رفتن، هفتا، تا جایی که دیگه خودش محتاج نباشد، به دیگران کمک کند، تا اون مقدار از زکات به یک شخص فقیر داده می شود. فرمود یک نفر پیدا نمی کنه که زکات را به او بدهید، زیرا همگان از فضل خدا بی نیاز می شود. ارشاد شیخ مفید، جلد 2 صفحه 381. رفاه همگانی، همه به آسایش می رسند، اونده آسایش توأم با آرامش. الان آسایش هست، هر وسیله آسایش پیدا میشه هزار تا ضد آرامش کنارشه. فرمود شخص رسول الله، امت من آنقدر در رفا و آسایش فرو میروند که هرگز در عمرشون چنین رفا و آسایش ندیدم. خداوند آسمان را سیل آسا نازل می کند و زمین چیزی از برکاتش را ذخیره نمی کند. الان تعبیرهای هست که مثلا یک کارخانه چقدر ظرفیت اسمی دارد و چقدر ظرفیتی که امروز دارد. مثلا یک کارخانه میتونه هر روز فرض کنید 1000 تن از یه چیزی تولید کنه، اما الان چقدر تولید میکنه؟ مثلا 200 تا. چرا؟ به دلایل فراوان. اون روز آسمان تمام ظرفیتش را، زمین تمام ظرفیتش را در اختیار بشر قرار میدهد. آسمان سیل آسا فرو میریزد، زمین چیزی از گیاه و میوه هایش را ذخیره نمی کند. دلائل الامامه طبری، صفحه 478. وسائل ارتباط جمعی، ارتباطات، و تکلم الرجل عذبت صوتهی و شراک نعلهی، منقوله تازیانه، بند کفش با انسان سخن میگوید. خب الان با این امکانات اینا برای ما خیلی قابل فهمه. 1000 سال پیش از این که این اصلا میتونست تصور کنه، کسی این را به عقلش برسه تا جعل کنه. بعضی از احادیث تاریخ انسان احتیاج به سند نداره. اون روز کسی نمیفهمید جای بند کفش هم میتونه حرف بزنه، آیا منقوله شمشیر هم میتونه حرف بزنه. و تخبره به ما احدث اهله بعده، و آنچه خانوادش بعد از او انجام دادن به او خبر میدهد. فردوس الاخبار، جلد 5 صفحه 98. بعد مسئله آشتی فراملی، نه فقط بین انسان ها، بین انسان و حیوان، بین حیوان و حیوان. وستلحت سبا و البهایم، حدیث از مولای متقیان، درندگان با چرندگان آشتی میکنن، درندگان با چرندگان آشتی میکنن. در خصال، جلد 2 صفحه 419. در تعبیرات فراوان در تورات، در انجیل، این تعبیر آمده که شیر با پرواری، یعنی شیر با گاو، گرگ با بره با هم میچرن. گرگ با بره، خب گرگ یه حیوان است درنده، وقتی خود را به یک گله بزنه 100 تا گوسفند را لتوپار میکنه. و چقدر میخوره؟ یه دونه یا نصف یه چاره. اما این خوی درندگی هست، این خوی درندگی از بین میره، دیگه قصد درندگی نداره، اما احتیاط به تغذیه چی دارد؟ این چه میشه؟ من سالها دنبال معنا بودم که ببینم چه از لحاظ تغذیه چه میشه، آیا گرگ بالاخره یه دونه را میخوره یا نه. اولین جایی که پیدا کردم، البته 10-20 سال پیش از این، تو اوستا پیدا کردم. اوستا گفته که حیوانات گوشتخوار علفخوار میشود. حیوانات گوشتخوار علفخوار، مگه میشه؟ همون خدایی که این گوارش را به آدم داده تغییر میده، دست او هست دیگه. حیوانات گوشتخوار علفخوار، وقتی این رو اونجا دیدم، دیدم اصلا همه احادیث ما این معنا رو میرسانه. میگه چه؟ یر الغنم معذب، گوسفند با گرگ میچرد. خب لفظ چریدن صریحه که در اینچه علف میخوره، اگر این گوش بخورد اون علف بخوره، دیگه نمیگه این دوتا با هم میچرن. ولذا تعبیر اینه، گرگ با گوسفند میچرند، و یا تعبیر تورات و انجیل هم
شیر با پرواری، یعنی شیر و پلنگ و هر حیوانی که هست از درندگان، بیاد با هر حیوانی که چرنده هست با اونها با هم زندگی میکنن، به همدیگه آسیب نمیزنن. در حدیث فرموده بزی که شاخ دارد به بز بیشاخ شاخ نمیزند، یعنی هیچ کس از اون قدرتش برای کوبیدن دیگر استفاده نمی کن. نه فقط آدم ها، حتی حیوانات. خب اینجا شد 10 شاخصه از شاخصه های زمان ظهور، و بدا فراوان 100 هم بگه موجوده، ولی من خواستم یکی 2 سوالی که خیلی جوان از ما میپرسن اینجا مطرح کنم. یکی همیشه از ما میپرسن بالاخره امام زمان شهید میشود یا نه؟ نه، به طور قطع و یقین امام زمان با عجل طبیعی از دنیا میرود. هم روایاتی داریم یموت و حتف انفه با عجل طبیعی وفات میکند، و هم صدها مورد که راجع به وفات از بحث شده تعبیر همش وفاته، قتل مطرح نیست. خدا میتوانست یا ائمه هدا میتونستن واژه به کار ببرن که شامل قتل هم بشه، ولی همش صحبت موت. به اضافه عقل ایجاب میکند که این کار نباشد. چرا؟ اگر امام زمان شهید بشود معناش این است که موفق نشده، 309 سال تلاش کرده که مردم را تربیت کند، هدایت کند، اما در روی زمین افرادی موندن که در صدد کشتن امامشون برآمدن. این یه جهت قضیه. یه جهت این چه اصلا؟ چرا اگر من تو یک زیرزمین نمور و رطوبی مستأجر باشم و اجاره اون را هم نتونم بدم، همسایه خانه 10 طبقه داشته باشد، طبعا دلم برای او چرکینه، نمیتونم ببینم، ولی اگر این همون را به منم بدم، دیگه من براش حسد میورزم، کینه میورزم، اصلا ریشه کینه از بین میره. وقتی چه رفاه برای همه، اون تعبیراتی که کمونیستا داشتن، نون برای همه، مسکن برای همه، حرف خوبی بود، اما نمیگفتن چه فقیر را ببرم بالا، نه، غنی را بیارم پایه، همه بیان به نون خشک و خالی برسن. انسان چیزی به چشم خود ببینه براش مهمه. من یه وقت یوگسلاوی بودم، دیدم یه صف طولانی، ما اون زمان ایران صف ندیده بودیم که کسی صف بیسته، رفتم دنبال این صف که این کجا میره. آخرش رفت داخل یه کوچه توی مغازه بقالی، سیب میفروخت، سیب بادریز، یعنی سیبی که هنوز نرسیده باد ریخت. ما در این رو نمیخوره، میدم به گوسفند. یک نفر ندیدم چی دوتا بخره، هر یک نفر یه دونه میخره، چون کشور کمرسین گونه است دیگه، هر فردی یه دونه، اونم سیب بادریز، اونم یک صفحه طولانی. اگر این گونه مساوات را بخوام برقرار کنیم مفهوم نداره. اما نه، مساوات به من همه به هر چیز برسن، همه به هر چیز، همه صاحب خانه خوب و امکانات خوب و مرکب خوب و امثال اینا. آنچه اسلام خواسته اینه. اسلام نه امپریالیستیه نه کمونیستیه، بلکه میخواد همه به همه حقوق یک شهروند برسن به بهترین وجه، به برترین وجه. اگر همچه وضع پیش آید، آیا کسی در صدد ترور اون رهبرشون، رئیسشون، امامشون برمیاد؟ عقل چه میگه؟ وقتی امام زمان تشریف میآورد فقط 8 شمشیر حمایل میکند، حمایل نه چی شمشیر میزند. در زیر آسمان یک نفر نمیماند چی ایمان نیاره، همه ایمان میارن. و بعد از 8 نیاز به این نماد هم نیست، این نماد قدرته، نه وسیله است برای کشتن. آیا امام زمان از وسایل کشتار جمعی است؟ ابدا، چون وسایل کشتار جمعی وسیله هدایت چه نیست؟ امام زمان برای نسل کشی نمیاد، چه برای هدایت همگان، آبادی کل جهان. و حکومت از 309 ساله
این روایت نم 9 سال 7 سال 19 سال 70 سال نه روایت سنیه تو کتاب های ما چرا آمده؟ یعنی خواستن بگن که اونها هم نقل کردن و الا حدیث صحیح در غیبت شیخ طوسی 309 سال 309 سال امام حکومت میکنه. 8 ماه اولش یک نیازی هست که یه شمشیر حمایل کند ولی بعدش مطلقا نیازی نداره. آقا بقیت الله که انشالله تشریف می آورم که از خدا بخوام که ما هم باشیم اون روزهای مبارک و میمون را ببینیم، اولا به عجل طبیعی وفات می کند بعد از 309 سال و وقتی که وفات می کند 3 روز قبل از وفاتش امام حسین علیه السلام رجعت می کند و بعد از 3 روز که امام زمان او را امام حسین را به دنیا معرفی کرد، چون هر حجتی را با حجت قبلی معرفی کند، بعد آقا بقیت الله به عجل طبیع وفات می کند و آقا امام حسین ایشان را کفن می کند، غسل می دهد، نماز بر ایشان می خواند و دفن می کند. تعبیری چی تو حادث هست؟ حتی یوری یواریه فی موضعه. از ظاهر این تعبیر در میاد که امام حسین امام زمان را در جای خودش، یعنی در همون کربلا، در همین داخل این ذریح شش گوشه، یعنی کربلا همیشه کربلاست، تا امام حسین هست کربلا هست، امام حسین نباشد امام زمان اونجا هست. ولذا تعبیر عرض کردم قطعی نه، ظاهر تعبیر این است که امام حسین علیه السلام امام زمان را در جای خودش، یعنی در همون کربلا در داخل همون ذریح شش گوشه دفن میکنه. بعد 50,000 سال حکومت میکنه، هنوز اول دنیاست، هنوز خبری نیست. احادیث میگه چه؟ عمر دنیا 100,000 ساله، 20,000 سال مال دشمنها، 80,000 سال مال اهل بیته. منتها هر کسی باید بیاد آنچه تو چنته دارد بیرون بریزد. حضرت فرمود هیچ فردی هیچ گروهی نیست که اینها حکومت براشون مقدر باشد جز این چه قبل از ما میاد. لا یبقا سنفون الا قد ولو، هیچ سنفی نمیماند جز این چه قبل از ما بیاد. چرا؟ زیرا وقتی ما آمدیم و عدالت را اجرا کردیم کسی نگه چه لو ولینا لعدلنا، اگر ما هم بودیم انجام میدادیم. نه، همه بیان امتحان بدن معلوم بشه چه نمیتونن. این تعبیر منبر نیست چه بگم هیچ غلطی نکردن. وقتی چه این گونه هر کسی امتحان داد و رفوز شد، اون زمان امام زمان بیاد، بعد امام حسین، بعد امیرالمومنین و اینها صدها هزار سال حکومت کنن. آنگاه که دیگه به پایان رسید، اون پایان کار دیگه وقتی هست که در توبه بسته می شود. وقتی در توبه بسته شد دیگه آخرین فردی که رجعت می کند شخص امام زمانه و ایشان هم بعد از مدتی که ایشان حکومت کردن وفات کردن 40 روز بعد قیامته. پس بنابراین حضرت تشریف می آورن 309 سال حکومت می کنن و دنیا پر از عدل می شود. یملع الله بالارزه، خدا پر می کند. ما 148 حدیث به همین تعبیر داریم، 148 تا. این رایت الله صافی در همون منتخب الاثر آورده جلد اول که یملع الله بالارزه عدلا و جورا کما ملت، عدلا کما ملت ظلما و جورا، زمین را پر از عدل و داد می کند همان گونه چو پر از جور و ستم شده است. پس چند تا نکته شد. یکی این چه امام زمان با عجل طبیعی وفا. اینجا پس حدیث داریم که ما من الله مسمومن او مقبل داریم. اولا این حدیث ضعیفه، سند نداره. ثانیا شیخ مفید رد کرده. ثالثا حدیث دنباله دارد. آقای امام رضا علیه السلام می فرماید هر کدام از ما مورد توجه واقع بشه، چشمه ها به سویش دوخته بشه و با انگوش به سویش اشاره بشه، رفت و آمد به سویش بشود، اغتیله، کشته می شود. اغتیال یعنی ترور.
ترور می شود، کشته می شود، حتی یبس الله، تا وقتی چی خدا اون قیام کننده ما را برساند. این حتی دارد، یعنی تا ظهور حضرت. وقتی امام زمان آمد دیگه صحنه عوض میشه، دیگه مسئله کشته شدن در کار نیست، فقط غلبه است و ظفر و پیروزی. یه دو سه دقیقه اشاره کنم به این نکته، چی خیلی میپرسم، چایا امام زمان اولادی دارد؟ آیا ازدواج کرده؟ ما یک کتابچه داریم به نام جزیره خضرا، دلایل اولاد حضرت اونجا برشمردیم و اثبات کردیم چی؟ بله حضرت ازدواج کردن، اولادی دارن. حتی مثلا تو مفاتیح دعاهایی که برای عصر جمعه مرحوم شیخ باز قومی از امام رضا علیه السلام نقل کرده، جن را در زمان غیبت بخوانید، اونجا اللهم صل علیه و علی اهله و ولده و ذریته، ما همیشه میخونیم هر عصر جمعه، خدایا به او، به خانوادش، به ذریهش سلام برسان. البته ما 30-40 تا مدرک آوردیم، این یک نمونه شه. پس بنابراین زمان غیبت حضرت اهل و ایال دارد، چه بگیم چه در جزیره خضرا هستند یا هر کجای عالم چه باشند، مسلمان اولادی دارند و مطابقان چه به ما رسیده تا 40,000 نفر از اولاد حضرت الان در حال بالاخره در حال حیات هستند و در جزیره خضرا هم ساکن هستند. از کارهایی که حضرت تشریف آوردن انجام میدهند، انتقام همه مظلومان تاریخ را میگیرند. این انتقام از خود ظالمانه. یه وقت فرصتی باشد یه جلسه میطلبد که با توضیح عرض کنم، نه از اولادش، نه از پیروانش، نه از راضیان به فعله، نه از خوده، یعنی خود شمر یزید میاد با امام حسین. یعنی هر معصومی آمد، ظالمان زمانش میان از خود اونها. ولذا در اون حدیث شریف میفرماید ردت الیه الهمیرا، وقت از تشریف آوردن عایشه هم رجعت میکند، میآید و آقا بقیت الله از او انتقام میگیرد. اولا 80 تازیانه بهش میزند. چرا؟ برای اینکه او به همسر پیامبر، به ماریه قبطیه، تهمت ناموسی زده. تهمت ناموسی 80 تازیانه حدشه. این حد را امام زمان جاری میکند و بعد تعبیر حتی ینتقیمه لامه منها، انتقام مادرش حضرت زهرا را از او میگیره. از امام پرسیدن آقا چه انتقامی؟ او چه کرده؟ فرمود حضرت فاطمه میفرماید یک بار نشد که عایشه مرا ببیند به مادرم خدیجه فحش ندهد. یک بار نشد که عایشه مرا ببیند به مادرم خدیجه فحش. با اینکه تو صحیح بخاریه، مگه بیش از همه به حضرت خدیجه حسد میورزم؟ با اینکه را ندیده بودم، چون زمان حضرت خدیجه عایشه 14 صبح راه میره، او را درک نکرده بود. ولی میگه چرا؟ میگه یکی بران چی پیامبر همیشه یاد میکرد. پیامبر یاد میکند گناه خدیجه چیه. دوم این چه؟ پیامبر میفرمود خدا بشارت داد به من که برای حضرت خدیجه قصری در بهشت است که چنین و چنان. ولذا چون خدا همچون بشارتی به او داده، من حسد میورزم. بشارت خدا را چرا حضرت خدیجه تاوان بدهد؟ روزی آمد پیش پدر، گفت بابا رفتم عیادت حضرت زهرا، این زن خسعمیه آمد و مرا راه نداد. یعنی اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس اون روز زن ابوبکر بود، ولی کنیز خانه حضرت زهرا. زن ابوبکر یعنی چه؟ یعنی به تعبیر خیلی خیلی عوامی یعنی ملکه. اما در عین ملکه بودن ترجیح میداد که بیاد تو خانه حضرت فاطمه زهرا کنیزی کند. عایشه آمد در زد و او راهش نداد، برگشت بابا را آورد، گفت چرا نگذاشتی زن پیامبر از دختر پیامبر عیادت کند؟ گفت چه هیه امرتنی، فاطمه به من امر فرموده، به من دستور داد چرا راه ندهم.
گفت چرا؟ گفت برای این چه عایشه چشم دیدن حضرت زهرا را سر پا نداشت. حالا که تو بستر افتاده آمده شماتت کند، آمده شماتت کند، ولذا بی بی امر فرمود که من راهش ندهم. ولذا دیگه ناچار برگشتم. دیگه روزهای رسی چه صدیقه کبرا دیگه کسی را نمیپذیرفت و میفرمود چه من از نامردها، از نامردمی ها دیگه نمیخوام کسی را ببینم. دیگه امیرالمومنین مشغول پرستاری بود. میفرمود چه یا علی به کسی نگو وضع مرا چه نیان، عیادت من نیان، من اذیت نشوم با دیدن اینها. تا اون دو نفر آمدن در خانه حضرت راه نداد، آمدن خدمت امیر المومنین، آقا ما رفتیم فاطمه راه نداد، شما فرمودن راه نداده. گفتن نه شما باعث میشید، شما نمیذارید. فرمود فاطمه جان اینها میخوان بیان. نه نه نمیخوام. فرمودن از چشم من میبینن. فرمود علی جان خانه خانه شماست، ول حرت و عمتت، این بانوی آزاد هم کنیز تو است، هرچی شما خواسته. ولذا اجازه دادن آمدن. حضرت استراحت کرده بود، در بستر بود، آمدن طرف مقابل نشستن. حضرت برگشتن به طرف دیوار، اینا خیلی بی حیا بودن، بلند شدن رفتن اون طرف نشستن. معلومشه دیگه قدرت حضرت تمام شد. فرمود فضا بیا مرا برگردان. فضا آمد و برگردانی. اینها قسم دادن که شما را قسم میدیم به حق پیامبر با ما حرف بزنه. فرمود به یک شرط. از شما سوالی میکنم، اگر پاسخ صحیح دادید اگر خواستم حرف میزنم. آیا شنیدید از پدرم که فاطمه پاره تن منه، هر کن را اذیت کند مرا آزرده؟ از کردم بله ما دیدیم، از پیامبر شنیدیم. دست مبارک را تا جایی که میتونست بالا آورد. خدایا تو شاهد باش این دو نفر مرا آزردن و مرا راضی نکردن، از اینها راضی مباش. اولی خیلی آدم خاصی بود، گفت ای بزه رسول الله، ای یادگار پیامبر، سخت است چه بشنوم شما از ما ناراضی هستید. حضرت خطاب به ایشون کردن، فرمودن به خدا سوگند در هر نمازی تو را نفرین میکنم.